سپاسگزارم از شما. آقای غلام عسکری عزیز، بفرمایید تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید و میکروفون هم باز کنید. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. درود بر شما جناب ودی عزیزم و همکارانتون در سامانه گذار و همچنین عزیزانی که تاکنون سخن گفتن، و اگر همه این سخنان رو در کنار هم قرار بدهیم، در واقع یک هدف رو دنبال میکنن و همون گذار از وحشی ترین حکومت تاریخ بشریتی که 4 دهه در واقع جنگ نابرابری رو علیه ملک و ملت ایران آغاز کرده و بزرگترین خدمتی که در واقع این حکومت کرده به دول استعماری و سرمایه‌داری و قدرت‌های بزرگ بوده. اما امشب چقدر من در واقع شانس داشتم که و به اون احترام، اون با توجه به همه مشغولاتی که داشتم، ادای احترامی حضور خانم داغدیدی که نماد هزاران مادر سرزمین در واقع اشغال شده ایران هست، به دست وحشیان نوادگان تازیان در واقع که به سرزمین ما یورش بردن، امروز این مادر داغ دیده من در مقابلش ادای احترام میکنم و به روان پاک ریحانه و هزاران ریحانی دیگر درود میفرستم و امیدوارم که همچنان که ایشون به درستی فرمودن که باید دادخواهی کرد، هر چند که اون کسایی که شاید عزیزی از دست نداده باشن ولی عمرشان رو در واقع در این راه گذاشتن، زندان کشیدن، شکنجه کشیدن، درد کشیدن، باید دادخواهی کرد. و اگر روزی در واقع من اعتقاد دارم و بارها بار هم این مسئله رو اشاره کردم که سازمان ملل متحد نباید گفت ملل متحد، باید گفت دول متحد، یعنی اونهایی که در واقع دارای حق ناعادلانه وتو هستن. بارها و بارها از 10 دسامبر 1948 تا کنون بارها و بارها حقوق واقعی ملت‌های متعددی رو در واقع با داشتن حق ناعادلانه وتو نقض کردن و همچنان به دنبال همون برنامه هستن، از جمله همین آخرین قطعنامه‌ای که در واقع در کمیته سوم باز هم با 65مین قطعنامه‌ای بودی که در واقع علیه رژیم جهل جور و فساد جنایت آخوندی گزارشگر جدید جناب رحمان در واقع این رو دنبال کرده و گزارش داده و به تصویب رسیده و باید در مجمع عمومی باز هم به تصویب برسه. آخرین خط این قطعنامه باز هم همچون قطعنامه های دیگر غیر الزام آور است و این حکومت همچنان به سود دول استعماری و سرمایه‌داری منطقه خاورمیانه رو شخ زد و در واقع بانک های امثال ترامپ و سایر کشورهای دیگر رو پر کرد از پول سلاح‌ها و قطعات و در واقع تجهیزات اکوپمنتی که به این کشورها صادر میکنه. اما من امروز با توجه به این که افتخار داشتم که اولین و بزرگترین و قانونی ترین شورای کارکنان در واقع ایران رو در مجتمع فولاد اهواز و شرکت‌های تابع وابسته به فولاد اهواز من در سال 1359 تأسیس بکنم و بهای آن را در واقع ما 33 نفر به نوبه خود دادیم و افتخار هم می‌کنیم و برای ما در زندگی ما اگر رنج کشیدیم، درد کشیدیم، زندان کشیدیم و ناملایمتی کشیدیم، در مقابل آنهایی که خونشان را در واقع در اون راه دادن ناچیز است و من به اون مورد افتخار میکنم. اما امروز من یک بار دیگر برگشتم به همون زمانی که در واقع با اون انرژی و در اون سن سال و با اون توان و با اون قدرت اون شورا رو در مقابل انجمنهای اسلامی در واقع کسانی که در کاروانهای به یاد دارم، در کاروانهای ما در کارگاه چای می آوردن در زمان رژیم گذشته و خبرهای ما رو برای سواک مجتمع می بردن و من رو بارها بارها احضار کردن و با تعجبم بود که چه کسی خبر ما رو در واقع به اونجا رسانده، تشکیل انجمن اسلامی دادن و در مقابل ولی ما در مقابل اونها ایستادیم و باعث شد که در اون زمان شرکت نفت، شرکت گاز
نیشکر هفت‌تپه و سایر صنایع خوزستان از ما حمایت بکنن. ولی از اونجایی که از روز اولی که در واقع امام مانشین رو بر خاک ایران زمین نازل کردن، برنامه حذف سرکوب و کشتار رو در دست اون قرار دادن و مانیفستی برای اون نوشتن که بر اون مبنا حرکت بکنه، به این خاطر به ما یورش بردند و در واقع اون زمان توانستند تشکیلات ما رو در واقع اگرچه به صورت موقت از بین ببرن، ولی ادامهش اون شد که امروز من بار دیگر به همون لحظه برگشتم که امثال اسماعیل بخشی ها و امثال در واقع آرمند ها و حنیفر ها و سایر عزیزانی که در واقع ایستادن و کارگران گروه ملی فولاد اهواز، که اون زمانی که من در گروه ملی فولاد اهواز کار میکردم بخشی از این عزیزان تا اصلا متولد نشده بودن، و اون زمانی که من در نیشکر هفت‌تپه کار میکردم و در کاغذپاش هفت‌تپه کار میکردم، به راستی شاید همه این عزیزانی که در نیشکر هفت‌تپه کار میکنن اصلا متولد نشده بودن یا اینکه کودک بودن در اواخر کار. به این خاطر من وظیفه دارم به عنوان یک کسی که 50 سال از عمرم رو در خدمت جامعه کارگری صرف کردم و به این زمان افتخار میکنم، به شجاعت، شهامت، ایستادگی، مقاومت همین کارگران و خانواده های اونها و شهروندانی که از اینها حمایت کردند، دانشجویان سراسر کشور که از اینها حمایت کردند، که تمام پیر و جوان، بازنشستگان، مالباختگان، همه اینها دست در دست همدیگه قرار دادن، اساتید دانشگاه، تمام اینها از این جامعه کارگری در نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز، هرچند که الان در اقصا نقاط کشور جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش دانشجویان، زنان، مالباختگان، خانواده های جانباختگان، خانواده های زندانیان سیاسی که اکنون در وضعیت بسیار بد و نامناسبی در زندان های مخوف جمهوری اسلامی به سر ببرن، همه اینها برپا شده و از سوی دیگر با توجه به بحران هایی که این رژیم به وجود آورده، راه سرنگونیش انقریب است و به زودی این رژیم فروپاشی خواهد کرد. با توجه به این که بیاد می آورم اگر در سال 1357 فقط این سوال رو من باید، چون جنتی زنده است و در حسینیه اعظم اهواز باید بیاد بیاره منو، و چون خزعلی مرده، پدر همین آقای دکتر مهدی خزعلی که به ما میگفت لیس الانسان الا ما سعا، یعنی در ازای اون چی که به کسی میرسد، اون چی اونقدر میرسد که در ازایش سعی کوشش کرده، این آیه قرآنه، لیس الانسان الا ما سعا. امروز باید از این جنایتکاران سوال کرد که آیا دو تا جوان 28 ساله و 31 ساله از کجا لیس الانسان الا ما سعا کردن که بیاین یک شهر رو بخرند، یک شهر رو بخرند 6 میلیارد تومان پول از جای مشخص، چون در واقع مقاله این رو قبلا برای یکی از سازمان هایی که درخواست کرده بود من به عنوان تومه سازی، تحت عنوان تومه سازی نوشته بودم، اینها رو به عنوان تومه میفرستن، این جوانان اسیر شده به عنوان تومه میفرستن، همچی برنامه هایی رو اجرا میکنن و بعد 800 میلیون دلار همین دو جوان وام میگیرن و اجرایی دزد جنایتکار و دولت آبادی دزد جنایتکار و لاریجانی که سخن وزیر امور خارجش که یک سخن راست گفت و اونم همون پولشویی در حکومت جهل جور و فساد جنایت بود، خنجری بود که در دل نظام فرو رفت، یعنی در دل خود من هم فرو رفت، در دل ولی فقیه که 900 میلیارد از سرمایه ها و حاصل دسترنج کارگران در حساب های آنچنانیش ذخیره شده در داخل کشور و صرف جنگ های نیابتی میکنه و صرف تروریست های منطقی میکنه، این خنجر در دل اونها فرو رفت به خاطر اینکه این جنایتکاران. پس چه شد این لیس الانسان الا ما سعا؟ پس چه شد این کارگرانی که خزعلی به من میگفت که الان مرده، اگر روحش به قول خودشان شاهد سخن گفتن من هست، به من میگفت فلانی کارگرا رو بیشتر به حسینی اعظم بیارید قبل از 22 بهمن بیارید، چرا که پیغمبر ما بر دست پینه بستی شما بوزه زد. آیا ای فاشیست ها، ای جنایتکاران، بیاد نمیارید که کارگران معدن بافق
که در دنیا طبق بررسی که ما کردیم سخت‌ترین کاری رو که در نظر گرفتیم کار در معدنه. شما کارگران معدن باف رو آوردین، چادر دور اونها کشیدین و شلاق بر پیکر اونها زدید. کارگران همه فعالین کارگری رو یا حصر فیزیکی کردین در زندان‌ها. دوباره ابراهیم به نام ابراهیم زاده رو احضار کردید، جعفر عظیم زاده رو احضار کردید، داوود رضوی رو احضار کردید، مددی کهنسال رو احضار کردید، سایر فعالین کارگری، دوست عزیزم محمود صالحی رو کلیاش از کار انداختید. کارتان حذف بود. افشین اسانلو رو حذف کردید، شاروخ زمانی عزیزم رو حذف کردید. همه این کسانی که در واقع علیه شما، علیه شما که حقانیت رو به کارگران، به زحمتکشان که شما از آنها تغذیه میکنید، شما ولی در واقع کارگران ولی نعمت شما هستند، مردم زحمتکش، تمام حقوق بگیران کشور ولی نعمت شما هستند. شما یادتان نمیآید که در خونه های مردم رو میزدید برای رفتن منبر 5 تومن، من به یادمه که در محرم 5 تومن از خونه ما میگرفتید و روزه میخوندید. امروز کشوری رو تحت تصفیه در آوردید و ملتی رو به اسارت گرفتید. حقوق کارگر رو 10 ماه، 5 ماه، 8 ماه، 11 ماه نمیدید و فکر نمیکنید که آیا این ملت مقدم ترن یا حسن نصرالله یا حوثی ها یا عراقی ها یا سوریه‌ای های جنایت بشار اسد جنایتکار مقدم ترن. امروز کارگران نیشکر هفت‌تپه فریاد میزنن آقا نون، من درود میفرستم به اون خانواده هایی که نشستن نون و خرما برای اینا آماده کردن که ادامه تظاهرات رو به اعتصاباتشون رو بدن. من درود میفرستم به اونهایی که ران تاکسی که خانواده های اینها رو در واقع به مکانهای مختلف هم نقل میکردن مجانی. من درود میفرستم به اون خانم پزشکی که میگفت تمام امکانات پزشکی داروخانه ای رو ما در اختیارتون قرار میدیم بدون اینکه یک ریال از شما پول دریافت بکنیم. من درود میفرستم به ملت آگاهی که امروز اگر سال 57 بررسی کردیم 1.5% نیروی آگاه در 36 میلیون نفر بود، امروز بالای 50% شده و همین بالای 50% باعث سقوط حکومت جهل جور و فساد جنایت خواهد شد. و ما در خارج کشور امروز باید با اتحاد همبستگی بدونیم که مدیون خون ریحانه ها و هزاران ریحانه ها و هزاران افشین ها و هزاران شاروخ ها و هزاران کمانگر ها هستیم و باید بدانیم که در کشور ما امروز خوشبختانه اونقدر آگاهی بالا رفته که فردا در مجلس مؤسسان اکثر اون کسایی که در اونجا درد و رنج و مشقت و عزیز از دست دادن اونها تشکیل خواهند داد و ما در خارج کشور در اقلیت کامل به سر میبریم و مدیون تمام اون درد و رنج ها و مشقت اونها هستیم و داغ های اونها هستیم. و امیدوارم که در خارج کشور هم بدانیم که درد و دشمن و هدف ما یکی است و برای رسیدن به دموکراسی و آزادی و سرنگونی این حکومت فاشیسم مذهبی به اتحاد همبستگی و همدلی نیاز داریم که بتونیم فردا در کشور دوباره ایجاد اون اختلافاتی که در سال 58 آغاز شد و باعث انشابات مختلف شد و خودمون باعث شدیم که بهانه دست خمینی بدیم و اون جنایتها رو در سراسر کشور انجام بده و اتفاقا دنبال همون برنامه ها میگشت، یعنی خشونت طلبی. و امروز هم اگر در کشور ایجاد خشونت شد، بدانید که تمام اون سرمایه هایی که رژیم جهل جور و فساد برای دفاع از خودش تبدیل به موشک و تبدیل به ضد هوایی و تبدیل به نیروهای جنایتکار و تبدیل به سلاح های مختلف کرده، علیه ما وارد میدان خواهند کرد و به نام ضد انقلاب و به نام در واقع ضد خدا و پیغمبر ما را سرکوب خواهند کرد. من از تمام عزیزانم تقاضا می کنم همیشه این کلمه رو داشته باشن که خشونت پرهیزی، به دور از خشونت، با اتحاد همبستگی، همچنان که کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی اهواز، کارگران در واقع روغن نباتی جهان زنجان، کارگران بیستون، پتروشیمی بیستون، کارگران سراسر کشور امروز، معلمان عزیز
که من سر تعظیم فرود میآورم در مقابل بزرگواری آنها. اینها ثابت کردن این حکومت با همین اتحاد همبستگی و با آگاهی بخشیدن در سراسر کشور باید ما ارتباط برقرار کنیم و بدونیم که این هسته های مقاومت داخل کشور اطلاع رسانی میکنن. من امروز آگاهی دارم که در دیلم، در بندر دیلم چند نفر فعال هست. امروز میدونم که در سیستان و بلوچستان چند تا فعال هست که با ما در ارتباطن، در تبریز همینطور، در زنجان همینطور، در اهواز و اینها که دیگه در واقع زادگاه من و جایگاه من و پایگاه من بودن، اهواز و هفت‌تپه و شوش و در واقع سایر شهرستان‌های خوزستان. به همین خاطر من تقاضا می‌کنم همیشه نقطه خشونت پرهیزی رو در نظر داشته باشن و اتحاد خارج کشور ما هم باید برقرار بشه. زمانی که این از این حکومت ما گذر کردیم، اون موقع میشینیم صحبت میکنیم با منطق، با اصول، بر مبنای همچنان که جناب سلیمی فرمودن، بر پایه منشور جهانی حقوق بشر ما میتونیم حکومتی در واقع با رأی آزاد ملت و بر پایه منشور جهانی حقوق بشر بدون دخالت دین در دولت و سیاست. امیدوارم که ما بتونیم برای فردای نوادگان خود، فرزندان ما که به این سن سال رسیدیم اگر به عمر ما نینجامه، برای فردای در واقع نوادگان و فرزندانمان بتونیم این حکومت دموکراسی و آزادی بر پایه منشور حقوق بشر رو ما پایه‌ریزی بکنیم. سپاس از شما و جناب عدی و همه عزیزانم که به سخنان من گوش دادن. امیدوارم که در واقع با این اتحاد همبستگی بتوانیم فردایی روشن برای ملت ایران داشته باشیم. درود میفرستم به روان تمامی کسانی که 20 سال گذشته در سال پاییز و زمستان 1177 توسط گزمه های ولی فقیه کارداجی شدن، زندیادان، فروهرها و مختاری ها، پوینده ها و پیروز دوانی ها و سایر عزیزانی که در داخل و در خارج کشور کارداجی شدن. اما این عمل جنایتکارانیه که ولی فقیه میگفت که کار اسرائیل، اون یکی میگفت کار مجاهدین، اون یکی میگفت کار نمیدونم صهیونیستاست اون فلان، ولی امروز خون اونها و خون ریحانها و خون تمامی عزیزانی که در واقع اینها بر زمین ریختن سیلی شده که اینها رو به لبه پرتگاه برده و به طور حتم اینها رو به دره نیستی فرو خواهد ریخت. درود بر شما و به همه عزیزانم شب خوش میگویم، روز خوش میگویم و برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.